عشق، هوس، سادگی یا دیوانگی. داستان واقعی. در این داستان میشنوید که چگونه احساسات و علایق تغییر میکنند. لینا با خانوادهش در کابل زندگی میکرد. دختر مقبول، لایق و اول نمره صنف خود بود. با کارهای خانه رسیدگی میکرد و زیرک و هوشیار بود. لینا زندگی مرفه داشت. خانوادهش سرمایه دار بودند. 15 ساله بود که عاشق پسر خالهش. پسر خالهش جوان خوشتیپ، بلند قامت و نیک اخلاق بود. او امید نام داشت. امید خواهر کوچک لینا را دوست داشت. اما دو مشکل اساسی فراراه امید بود. یکی این که خواهر کوچک لینا علاقه به او نداشت و حتی از او بدش می آمد. و مشکل دیگر این که امید از کودکی با دختر نامزاد بود اما هیچ رضایت نداشت. همه جا می گفت که من نامزاد خود خوش ندارم و نمی خواهم با او زندگی کنم. آن زمان با آن که لینا 15 سالش بود، اما پنهان از همه عاشق امید پسر خاله شده بود. از احساس او امید خبر نداشت. در مکتب، در خانه، در راه تصویر امید پیش روی چشمان لینا بود. سالها گذشت. امید دانشجوی طب بود. دانشگاه را تمام کرد و با نامزاد خود ازدواج نمود. با گذشت سالها احساس و عشق لینا نسبت به امید هم بیشتر شد. یک روز لینا به بهانه این که سردرد استم به امید پیام فرستاد و از او در مورد سردردیش مشورت خواست. همین جا بود که رد و بدل پیام بین آنها آغاز شد. یک ماه بعد از چت کردنها، بالاخره لینا احساسش را به امید بیان کرد. سلام امید، خوب هستی؟ گفتم بهتر از زنگ بزنم و امروی صحبت کنم. تنها هستی یا کسی کنارت هست؟ سلام لینا، نه تنها هستم. از کار تمام شدم، طرف خانه میرم. بگو لینا جان، مشتاقم. چی میخواستی بگی؟ امید، نمیدانم احساس خود را بیان کنم یا نه. سالهاست منتظر ماندم. میدانم شاید مناسب نباشد. تو ازدواج کردی و فرزند داری، اما نتانستم احساس خود را به تو پنهان کنم. امید، و دوستت دارم و این احساس من نسبت به تو از چند سال پیش است. من واقعا تو را دوست دارم. من هم دوست دارم لینا. تو میدانی که پیوند من و همسرم از روی مجبوریت بود. تصمیم من نبود، تصمیم خانواده ما بود. حالا هم مجبورن ادامه میدم. تو خودت از تمام گپ خوب خبر هستی. میدانم امید، از همه جزئیات زندگیت خبر دارم. اگر میدانستم زندگی خوش داری، هرگز احساس خود را نسبت به تو بیان نمیکنم. برای من مهم نیست که همسر و فرزند داری. من دوستت دارم و به جستو نمیتوانم در مورد کسی دیگه ای فکر کنم. از همون لحظه که لینا احساسش را به امید بیان کرد، رابطه آنها جدیتر، صمیمیتر و عاشقانه‌تر شد. به هم دیگر پیام می دادند و در فرصتهای مناسب زنگ می زدند و قصه می کردند. روزی از روزها خواهر لینا متوجه رابطه او با امید شد. لینا را سرزنش کرد و از قضیه پدر خود را آگاه نمود. پدرش بالای لینا زیاد قهر شد و گفت دخترم، این رابطه‌ات را قطع کن. اگر امید زندار نمی بود من مشکل نداشتم، اما حالا ناممکن است. چند وقت لینا زیر کنترل خانواده‌اش بود. سختگیری ها باعث شد تا رابطهش با امید قطع شد. بعد از چند ماه خانواده لینا او را برای ادامه تحصیل به کانادا روان کردند. در سفر در داخل هواپیما ذهن لینا مشغول امید بود. دلش بیقرار بود که از امید دور می شود. به کانادا رسید و به درسهایش ادامه داد. اما تمام محیط ماحول لینا را عشق امید احاطه کرد. فرسنگ ها دور از کابل، اما باز هم عشق امید چون تار عنکبوت دوروبر لینا پیچیده بود و او فقط در هوای امید بود. از این عشق و احساس 10 سال می گذشت. لینا به امید ایمیل فرستاد. سلام امید. امیدوار هستم خوب باشی. من ایجا در کانادا، اما دلم نزد توست. دلتنگی هم هر روز بیشتر می شود. سفر و دور شدن از تو نتوانست باعث فراموشی تو شود. با گذشت هر لحظه دلم بیشتر برای تو میتپد. امیدوارم روزی شود که دوباره از نزدیک ببینمت. دوستت دارم و به جستو نمیتوانم با کسی دیگری باشم. امید در پاسخ نوشت: لینا سلام،
از روزی که تو رفتی احساس میکنم چیز را گم کردم. هر لحظه به موبایل خود نگاه میکنم، اما از پیام تو خبری نیست. بعد از رخصت شدن از کار منتظر زنگ تو میمونم، اما زنگت نمیاد. خود را فریب میدهم که لینا اینجاست، اما واقعیت که فرسنگ ها از من دوری. این دوری بیقراری مرا بیشتر کرده است. ما هم هر قسمی که شود با تو هستم و میخواهم زندگیم را با تو ادامه بدم. ما حاضر هستم با تو ازدواج کنم. لینا بعد از دریافت این پیام خیلی خوشحال بود. باز هم روزها و شبها تبادل پیام کردند. از طریق فیسبوک، ایمیل و دیگر اپلیکیشن ها آنها در ارتباط بودند. تصمیم به این گرفتند که لینا از کانادا به هند بیاید و امید نیز از کابل به هند برود و در آنجا عروسی کنند. آمادگی ها گرفته شد. امید با همسر خود صحبت کرد، گفت پیوند ما از روی مجبوری بود. اکنون ما تصمیم دارم با دختر خاله‌ام لینا ازدواج کنم. اگر راضی هستی خوب، اگر نیستی میتونی طلاق بگیری و جدا شوی. کشمکش میانه امید و همسرش ادامه داشت. امید اما تصمیم نهایی خود را گرفته بود تا به هند برود و آنجا با لینا ازدواج کند. چند ماه از تصمیم امید و لینا گذشته بود. لینا در این چند ماه دوستان در دانشگاه پیدا کرد و کمی ذهنش باز شد. کم کم احساس کرد که از جال عشق امید دارد رها می شود. رفته رفته احساسش نسبت به امید کاملا از بین رفت. بعد با جرأت تمام، در حالی که موعد ملاقاتشان در هند نزدیک شده بود، به امید چنین پیام فرستاد. سلام امید، امیدوار هستم خوب باشی. میخوایم واقعیت را بیان کنم. واقعیتی که خودم هم نمیدانم چطور و چگونه به یک بار اتفاق افتاد. احساسم نسبت به تو کاملا از بین رفته است. فعلا تو برایم مثل یک آدم عادی هستی. هیچ نوع احساس نسبت به تو ندارم. نمیدانم چی شد. یک باره ای تغییر کردم و این احساس را پیدا کردم. برای خودم نیز جالب است. بیش از 10 سال کسی را دوست داشته باشی و بجز او به کسی دیگری فکر نتوانی، اما با یک بار احساس نسبت به او کاملا از بین برود. باورش برای خودم هم سخت است. اما واقعیتی است که تو دیگر برایم کاملا بیگانه و هیچ نوع احساس نسبت به تو ندارم. امیدوارم از من ناراحت نشی و زندگی خوب و خوشی داشته باشی. امید بعد از دریافت آن پیام بسیار ناراحت شد. هرچی برای لینا پیام داد و زنگ زد، اما لینا دیگر نه پیامش را جواب داد و نه هم زنگش را، و در نهایت از همه جا بلاکش کرد. امید با یک دنیا ناامیدی و ده ها حسرت و آرمان دلشکسته شد. امیدهایش برباد رفت و برنامه هایش هدر شد. لینا چند ماه پس از آن با یک پسر کانادایی آشنا شد. آشنایی آنها به دوستی و سپس به ازدواج ختم شد. اکنون لینا با همسر کاناداییش یک جا زندگی می کند. از زندگیش خیلی خرسند است. او می گوید برخلاف گفته ها و تصور بسیاری از افغان ها در مورد خارجی ها، همسرم اما یک مرد مهربان، صادق و صمیمی است. مرا زیاد دوست دارد و هیچ وقت به من خیانت نمی کند و دروغ نمی گوید. توصیه‌ام برای دیگر دختران و پسران این است که تا کسی را از نزدیک نبینید و نشناسید، تصمیم به ازدواج نگیرید. عاشق شدن و احساس داشتن نسبت به کسی در خردسالی یا از طریق دنیای مجازی کار است اشتباه و بی‌بنیاد. لینا اکنون 27 ساله است و در کانادا زندگی می کند. از همه شنونده ها و بیننده ها می خواهد تا در مورد زندگی او نظر بدهند. شنونده ها و بیننده های عزیز افغانستان ژورنال، لطفاً همیشه هنگام نوشتن نظریات خود نزاکت و ادب را رعایت کنید. اگر نظر مخالف هم دارید، لطف نموده است کلمات مناسب انتقادی استفاده کنید. من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی همواره با بهترین ها در خدمت شما هستیم. افغانستان ژورنال، آینه واقعیت ها.